اگه فکر میکنی حکم مرتد اینه که اون رو بلافاصله اعدامش کنن، تو این کلیپ با من همراه باش. مرتد به کسی میگن که مسلمان بوده و حالا از اسلام برگشت، علاوه بر اینکه تغییر دین داده، شروع کرده به تبلیغ بر علیه اسلام. اینجور افراد حکمشون اعدام، شکم نکن. اوایل اسلام عده‌ای روش های تبلیغی مختلف رو بر علیه اسلام امتحان کرد، جواب نگرفت. یک روش دیگر رو انتخاب کرد. اون روش چی بود؟ این بود اومدن اول مسلمان شدن، بعد مدتی گفتن آقا ما از اسلام برگشتیم، اسلام چیزی نداره. شروع کردن تبلیغ بر علیه اسلام. خداوند متعال هم گفت فرمودن به دلیل اینکه این روش ناجوان مردانه رو شما انتخاب کردی، حکم کسی که این کارو بکنه اعدام. جلو این کار گرفتش. اما الان چی؟ الان هم همون حکمه یا نه دیگه بیام تخفیف بدیم؟ حکم همون، تفاوتی نکرد. کسی که مسلمان باشه و بر از دین خودش برگرده، هر کلیپ یک سوتی دارم، از دین خودش برگرده و شروع کنه به علیه اسلام تبلیغات کردن، حکمش همون حکم و اعدام. اما چند تا نکته داره. ما خیال میکنیم کسی که شبهه داره مرتد شد، شبهه داره باید بیاد از اهلش بپرسه. نکته بعدی، کسی که مرتد شده فرض بگیره مثلا اسلام رو قبول نداره، شروع نکرده به تبلیغ بر علیه اسلام، حرف خودش رو میزنه بر علیه خودش، کار خودش رو داره انجام میده، دیگه تبلیغ بر علیه اسلام نمیکنه، این افراد روشون اعدام نیست. اگه کسی برای شبهه ایجاد شد، خب یک شبهه شو بپرسه، چرا میاد شروع کنم تبلیغ کردن؟ تبلیغ بر علیه اسلام کسی که مسلمان بوده حکمش همین اعدام. اما این حکم ارتداد مخالف با آزادی بیانه؟ چرا؟ چون اگه کسی دنبال پاسخ باشه، دنبال بیان منطقی باشه، اشکال خودش رو در فضای منطقی و با اهلش مطرح کنه، نه در فضای عمومی. پس کسی که میاد در فضای عمومی منتشر میکنه به دنبال بیان منطقی است. پس اگر کسی رو دیدیم مرتد شده و داره تبلیغ بر علیه اسلام میکنه، اثبات شد این افراد حکمشون اعدامه. الان هم نگاه میکنیم بسیار کم داره اتفاق میفته. اما از اون طرف ببینید بر علیه همین حکم چه شانتاژهای خبری اتفاق افتاده. آقا اسلام بخوره با آزادی بیانه و مسئله این خبرها